سلام، اینجا پلاتو و ما با یک ویدیوی دیگه همراه شما هستیم. ویدیوی امروز در مورد بسته شدن پیج اینستاگرام ساشا صبحانیه که احتمال داده میشه یا هک شده یا ساشا دوباره دستگیر شده و به همین علت پیجش از دسترس خارج شده. اما قبلش فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت کنید. دوباره با بسته شدن پیج اینستاگرام یکی دیگه از شاخهای مجازی یعنی استاد ساشا صبحانی مواجه شدیم که حتما میتونه اتفاق خیلی مهمی هم برای خود اون باشه، چون پیج اینستاگرام برای این جماعت شاخهای مجازی بزرگترین سرمایهشون محسوب میشه و همه اونها حاضرن جونشون رو هم بدن ولی یه تار مو از پیجشون کم نشه و اگر این اتفاق بیفته دیگه به 2000 هم نمیارزن. حالا با بسته شدن پیج ساشا، نظرات مختلفی تو اینستاگرام و فضای مجازی پچ میشه و هنوز هیچ کس به قطعیت نمیتونه بگه چه بلایی سر پیج یا حتی خود ساشا افتاده، ولی مهمترین احتمالی که مطرح بوده دستگیری دوباره ساشا توسط اینترپوله که در ادامه بازداشت 2 هفته قبل اون بوده. درست مثل میلاد حاتمی که به محض دستگیری اولین اتفاق بسته شدن پیجش تو اینستاگرام بود که خیلی ها معتقد بودن پیجش دست پلیس ترکیه افتاده، اما بعضی ها هم میگفتن احتمال اینکه پیج رو خود اینستاگرام بسته باشه هم وجود داره. قبلا تو ویدیوی جداگانه گفتیم که به صورت خیلی ناگهانی روزنامه‌ای در اسپانیا به نام الموندو خبر از دستگیری ساشا صبحانی رو منتشر کرده بود که در توضیحات این خبر اشاره شد ساشا صبحانی به جرم پولشویی و قاچاق انسان در مادرید دستگیر شده و قراره به ایران دیپورت بشه، چون اعلام جرم برای اون از طرف ایران صورت گرفته و به این علت اون تحت تعقیب اینترپول قرار داشته. رسانه اسپانیایی اعلام کرده بود که ساشا صبحانی به طور موقت بازداشت شده و الان هم به طور موقت آزاده، اما روند بررسی استرداد او به ایران طی هفته‌های آینده شروع میشه. حالا موقت بودن این آزادی باعث شد که این تصور برای همه به وجود بیاد که شاید این دوره موقت تموم شده و دیگه زمان نهایی شدن حکم اون یعنی بازگشت به ایران بوده. خود ساشا بعد از مطرح شدن این موضوع که احتمالاً دوباره دستگیر شده واکنش نشون میده و فیلمی رو در پیج دومش منتشر میکنه تا این خبر رو هم تکذیب کنه. حتی زمان هم میاره که به اونهایی که این احتمال رو میدن ساشا از قبل فیلمی رو آماده کرده بگه خبر بازداشتش موثق نیست. البته به یک نکته دیگه هم اشاره میکنه که تا زمان برگشتن پیج اصلیش فعلا تو این پیج فعاله. حالا منظورش از برگشتن پیج چیه در ادامه به اون هم اشاره میکنیم. حالتون چطوره بچه ها؟ این تنها پیج من فعلا تو ایستا ساشا ده سلطان همینه. امروز هم یک شنبه است، ساعت 10 شب، واسه اونایی که میگن اینا از قبل ضبط شده است، این استوری همین الان دارم میگیرم. این پیج خودمه، در جریان باشید تا پیج خودم برگرده. البته ساشا هم مثل باقی شاخهای مجازی در گردن نگرفتن کارهاشون و کلن حاشا کردن اتفاقات خیلی ماهره، مثل همین خبر دستگیری اخیرش که به کل وجود سایت‌های شرط‌بندی خودش رو هم رد کرده بود، یا اون لایوی که روز بعد از بازداشتش منتشر کرد و همه چی رو حاشا کرد و اصلا به بازداشت موقتش هم اشاره‌ای نداشت. آهان، اینو خواستم بگم، این خبرایی که راجع من میذارن و اصلا گوش ندید، هیچ کمش درست نیست. من نمیدونم واقعا، من این ور دنیا اونا اون ور دنیا، بابا چی میخواید؟ حتما باید باز کنم، حتما باید حرف بزنم، حتما باید بگم آقا من اوکیم، این لایو گذاشتم که همه تون بدونید راجع به من میگن گوش ندید. خبر زده بودن که ساشا نمیدونم تو مادرید فلان بیسار. بابا چرا اینقدر دوست دارید حاشیه درست کنید؟ ساشا غیر از اون فیلم یک استوری دیگه هم میذاره که در حال خوشگذرونی تو یک رستورانه و با این کار قصد داره بگه خیلی حالش خوبه و هیچ خبری از دستگیری هم نیست.
حالا با نگاهی به این پیج که ساشا به اون اشاره میکنه میشه فهمید پیج خیلی نوپاست و هنوز تعداد قابل توجهی فالوور نداره، ولی اون تو این پیج و کانال تلگرامش هنوز فعاله و آخرین پست تلگرامش رو در 14 فوریه یعنی همین دیروز گذاشته. اما نظر دیگه‌ای هم در مورد بسته شدن پیج اینستاگرام ساشا در فضای مجازی مطرح شده که احتمال داره پیجش هک شده یا در معرض هک شدن قرار گرفته باشه و اون این خطر رو احساس کرده. دقیقا مثل اون زمانی که پیج پویان هک شد و هکر با پیج پویان استوری گذاشت و همه رو به ریپورت کردن پیج بقیه شاخهای مجازی از جمله ساشا صبحانی هم دعوت کرد و بعد در استوری دیگه هم خبر داد که این افراد پیج هاشون رو بلاک کردن که دسترسی به اونها خیلی هم آسون نباشه. پس این احتمال میره که الان هم ساشا از ترس هک یا اتفاقات مشابه برای پیجش اونو بلاک یا حتی دیاکتیو کرده باشه. حالا اگر ماجرای هک در میون باشه، بهتر ساشا اولین کاری که میکنه این باشه که دایرکت هاشو پاک کنه تا مبادا به سرنوشت رفیقش یعنی پویان دوچار بشه و هکر همه دایرکت های اونو هم منتشر کنه. حتما یادمون نرفته که سر هک پیج پویان دایرکت ساشا با اون منتشر شد و از رفاقت های سری اونها هم پرده برداری کرد، چون ساشا تو دایرکت به پویان اخطار کرده بود که استانبول نمون، اونجا دیگه امن نیست. البته از اونجا که ساشا توی ویدیوی قبلی که بعد از بسته شدن پیجش منتشر کرد گفته بود که فعلا از این پیج استفاده کنید تا پیج خودم برگرده، این موضوع که در حال حاضر پیج به دلیل هک یا دلایل دیگه هم دست خودش نباشه، یعنی به اختیار اونو دیاکتیو نکرده باشه، هم مطرحه. ولی غیر از بسته شدن پیج بابت دستگیری یا هک شدن احتمالی، نظرات دیگه هم به گوش می رسید و این احتمال هم داده می شد که شاید ساشا برای نمایش ویدیوهای مورد دارش توسط خود اینستاگرام تحریم شده و پیجش برای همین موضوع بسته شده. البته خود ساشا که معتقد همین نمایش زندگی لاکچریش و ویدیوهایی که با دخترها نمایش میده اونو خاص و متفاوت کرده، ولی برای اینستاگرام این زندگی لاکچری اون خیلی هم مهم نیست، چون گنده تر از اون با کلی ویدیوهای مختلف تو اینستاگرام فعالن که پیج ساشا در برابرشون هیچه، یا خیلی از پیجها ویدیوهای ساشا رو بارها نشر دادن و هیچ کدوم هم براشون مشکلی پیش نیومده. در مورد این ویدیوهای لاکچری بازیهای ساشا، خودش حسابی به اونها میباله و معتقده که تو این کارها نامبر وانه، نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح جهان، و خودش رو از دن هم بالاتر میدونه. هدف چیه؟ هدفم اینه که برسم بالای بالا، اون بالا. مثل دن؟ آره نه، مثل دن که نه، من الان از دنم خفن‌ترم به نظرم. حالا باید دید آخر عاقبت ساشا و پیجش چی میشه؟ آیا فردا هکری ظاهر میشه و تصویر دایرکت منتشر کنه؟ یا باز روزنامه ها اعلام میکنن که ساشا رو بردن و دیگه هم قرار نیست اونو در آینده ببینیم؟ نظر شما چیه؟ این هم یک داستان ساختگی از طرف خود ساشا است یا جدی جدی اتفاق خاصی افتاده؟ لطفا نظرتون رو برای ما کامنت کنید.